به نام خالق زیبایی ها و سلام عرض می کنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین. الهی که دلها و قلبهایتان آرام باشه و توکلتان به خدای بزرگ و در خوبی ها و خوشی ها و سختی ها همیشه آرامش داشته باشین و با توکل به خدا همیشه موفقیت ها را در پیش رو داشته باشین. بهترین ها را برای همه شما عزیزان بیننده خواهان هستم و آرزو میکنم که امروز هم با برنامه روشنا همراه باشین و همین شروع برنامه میگم که با ما در ارتباط باشین. بله میتونین، چون برنامه ما به صورت لایو و زنده هست، با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را زیر نویس میکنن همکاران و میتونین همکنون با ما و اگر سوالاتی دارین در ذهن خودتان صحبت، گفتگو، پیشنهاد، انتقاد و سوال هر چی دارین حتما با ما در میان قرار بدین و با کارشناسان محترم برنامه همیشه پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. و اما امروز هم در روز سه‌شنبه و موضوعی که با شما عزیزان میخوایم امروز صحبت کنیم، شاید بسیاری از شما عزیزان در جمع خانواده خودتان یا در شهرتان، در کوچه و پس کوچه های زندگیتان افرادی را دیده باشین که گاهی مواقع دیده باشین که رنگ روی پریده داشته باشه یا به شدت به سمت ضعیفی و لاغری پیش میره، یا ای که لب و رویشان بسیار خشک است و کبود هست، گاهی وقتها بسیار خشونت و عصبانیت دارن و گاهی وقتها خوب هستن. آیا به این قسم افراد روبرو شدین؟ در جمع خانواده یا در جمع فامیل و آشنا و دوست یا در کوچه پس کوچه های شهر و زندگیتان حتما مواجه شدین. این قسم افراد کسانی هستند که به مواد مخدر اعتیاد دارن. امروز میخوایم که موضوع صحبت خود ما را در رابطه با مواد مخدر با شما عزیزان صحبت و گفتگو کنیم و آسیب‌های روانی که این مواد و این اعتیاد میتونه به جوانان ما و به افراد جامعه داشته باشه گفتگو کنیم. بله، اعتیاد به مواد مخدر یک معضل بسیار بسیار اجتماعی، روانی و خانوادگی و همچنین فرهنگی هست که به صورت جهانی هست و بسیاری از آمارهایی که گرفته شده نشان دهنده این هست که سازمانهای بین المللی، یونسکو و صحت عامه و بسیاری از سازمانها و نهادهایی که کنترل میکنن مواد مخدر و اعتیاد را، به این نتیجه رسیدن که مواد مخدر مصرف از او به صورت روزافزون هست و گسترش پیدا میکنه و بسیار پیشرفت داره و این خود بتونه صدمات بسیار زیادی نسبت به فرهنگ جامعه، نسبت به اقتصاد جامعه و خانواده داشته باشه و همچنین به خود افراد. پس بسیار اهمیت داره که نسبت به موضوع ما گفتگو کنیم، صحبت کنیم و شناخت افراد را نسبت به این موضوع بالا ببریم و آگاهی های همه را نسبت به این موضوع بالا ببریم. به همون نسبت امروز ما در برنامه میخواییم نسبت به این موضوع گفتگو کنیم و بسیار علاقه من هستیم که آگاهی و شناخت همه افراد نسبت به مواد مخدر و اعتیاد بالا ببریم و چنانچه عضوی از خانواده یا جامعه ما دچار این مشکل و معضل هست به این طریق حل شود. کارشناس محترم برنامه خواهر خوب ما خانم حسینی امروز در استودیو هستند، کارشناس روانشناسی، و سلام عرض میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان خوب ما. انشاءالله که همیشه در آرامش باشیم و یاد خدا هم آرامش جسمی، ذهنی و روانی را برای ما همیشه به همراه داره و دنبال آرامش های کاذب خصوصا مواد مخدر هیچ بشری در کره زمین انشاءالله روزی حتی من میگم در ذهنش خطور نکنم. بله انشاءالله. با عنوان آرامش کاذب یاد کردین. بله. از او چقدر زیبا و مفید. ما میگیم که بله، انسان ها با یاد و نام خداوند دلها و قلبشان آرام میگیره و اینکه بیاین و به دنبال آرامش های کاذب و زودگذر خودشان را معتاد کنن و به آنها اعتیاد پیدا کنن، اینها را توصیه نمی کنیم، چون که اینها همه کاذب هستن. بله. و زودگذر هستن. حال حسینی، میخوایم در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر و آسیب های روانی که هست صحبت کنیم. بیایم در مرحله اول به خاطر که یک آشنایی پیدا کنیم ما و همه بیننده های عزیز ما
تعریف داشته باشیم از مواد مخدر. بگیم مواد مخدر چی هست؟ یک تعریف برای ما داشته باشیم. بله، مواد مخدر موادی هست که شیمیایی هست، هم گاهی به عنوان دارویی استفاده میشه که باز در طی برنامه انشاءالله بیان میکنیم که خانواده آشنا باشه، و که در سیستم عصبی مغز اثر میگذاره، او را تخریب میکنه و یک وابستگی بسیار بسیار شدید روانی و فیزیکی بر فرد وارد میشه. همین وابستگی روانی باعث میشه که ما به یک فرد بگیم معتاد. و وابستگی روانی بسیار شدید. فقط روانی؟ روانی و فیزیکی. و فیزیکی و اجتماعی و سیاسی که هر کدوم اون که معضلاتش هست. معضلاتش رو توضیح میدیم، ولی این شدتی را که او سیستم عصبی مغز برش وارد میشه و همون زودگذر و او شادی کاذبی را که عرض کردم باعث میشه که او سیستم و یا هورمون شادی موقت ترشح شود و فرد احساس بکنه که حالش بسیار خوبه و یک پناهگاهی برای خودش پیدا کرده، فقط از لحاظ ذهنی و روانی که به مرور باعث تخریب جسم، ذهن، افکار و میبینیم به قول شما که ذکر کردین در جامعه، و او فرد را به عنوان معتاد یا ما میگم به عنوان کسی که بیمار هست. بیمار هست. ما در کلینیک های ترک اعتیاد دیگه او شخص را به عنوان یک شخص معتاد صدا نمیزنیم، بلکه میگیم بیمار. کسی که بیمار هست، یک بیمار ذهنی و روانی و اجتماعی که اثرات مخربش هم بر خودش وارد شده، هم بر جسمش، هم بر ذهن، روح و روانش، هم بر خانواده، هم بر اجتماع، که آسیبهاش بسیار جبران ناپذیر هست. خب وقتی که او را به عنوان یک بیمار یاد میکنین، پس دید ما نسبت به اونها باید تغییر کنه. ما همیشه وقتی که یک شخص معتاد را میبینیم، یک کسی که اعتیاد داره به مواد مخدر، خب دید ما نسبت به او بسیار فرق داره. فکر میکنیم که یک انسان است که در داخل خانواده و جامعه یک انسانی ترد شده است. بله، حالا خب که ترد شده درست است، ولی خب به عنوان یک سربار جامعه، به عنوان اینکه این منفور هست در خانواده، درست است، همیشه به یک قسم ما به او میبینیم، نگاه ما یک قسم است. پس نگاه ما به عنوان صحبت شما که داشتین به عنوان یک بیمار، پس نمیتونه نگاه ما به عنوان مثلا یک انسان منفور یا ترد شده از خانواده و اجتماع باید باشه. پس در همین درجه اول باید نگاه خودمون را نسبت به اونها تغییر بدیم. نگاه خودمون را نسبت به این افراد تغییر بدیم، چرا که وقتی ما نگاهی بیمارگونه به او داشته باشیم، پس برای تداوی و برای درمان او تلاش میکنیم و او فردا میخوایم که به جامعه بازگردانیم به عنوان یک انسان. پس موجود نیست، او به عنوان یک مجرم نیست. بله. که میتونه باز او آسیب‌هاش که وجود داره، عوارض اعتیاد که وجود داره، او فرد میتونه به یک فرد مجرم تبدیل بکنه. بله. اما اگر ما از اول نگاهمون، چون ما میخوایم این هوشیاری رو به خانواده بدیم که اگر این نگاه ما دقیق تر باشه و اگر با علائم ها و نشانه هایی که در طول برنامه انشالله گفته میشه متوجه شویم، پس در صدد ای که یک فرد را بسیار زودتر نجات بدیم تا بله. در این منجلاب غرق نشوه، تانستیم یک کار بسیار بزرگ برای او فرد، خانواده و جامعه انجام بدیم. میخواستیم این وابستگی روانی رو بیشتر توضیح بدیم. بله. که ما چون خودم نزدیک 2 سال کار با افراد بیمار را دارم که در کلینیک مراجعه میکنن، من مستقیم از خود این افراد که بایشون نشستم گفتگو کردم که چی شد که به مواد رو آوردین. خب علل‌هایش بسیار زیاد است و هدفم این بود که چرا نمیتونی مواد ترک بکنی. بله. و چندین مورد یک جمله را تکرار کردن که این وابستگی و اعتیاد شدید و باعث میشه که من نتانم ترکش بکنم، چرا که دقیق یک آقایی گفت که خانم حسینی، این مواد وقتی برش مبتلا میشی از خانواده، از مادر، خواهر، زن و اولادهای بسیار بیشتر است. میتونی علاقمندی و وابستگیش، میتونی خانواده رو ترک بکنی اما مواد نمیتونی ترک بکنی، یعنی وابستگی او بیشتر از خانواده است.
ای نقل قول خودشان بود. و دو مورد دیگر هم که من پرسان میکردم میگفت که ما نمیتونیم ترک بکنیم. پس این شدید این وابستگی روانیش به این علت است. و وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که این وابستگی روانی خب چرا ایجاد میشه، همون آرامش رو که گفتم، ما وقتی به یک منبع متوسل میشیم که او حالتی خوش و روانی و آرامش به ما میده، برای اولین بار افرادی که به مصرف مواد رو میارن، از انواع مواد که بعد میخوام ذکر بکنیم، ای آرامش زود گذر و موقتی رو به فرد میده اولین بار. بله. که بهش در حالت عامه میگن نشه یا نشگی. فرد در حالت نشه او احساس آرامش بودن، او که یک منبع آرامش برای خودش پیدا کرده. و اما فردی که وارد این مصرف اعتیاد میشه، به مرور زمان که مشاهده میکنیم این هر روز دوز مصرف اون مواد که هرچی میتونه باشه دوزش بیشتر میشه. وقتی با اون طرف صحبت میکنیم که خب چی رقم شد که تو اولین بار مصرف کم بود و هر روز بر دوز اضافه میشه، بله. من میخوام به اون حالت آرامش اول برسم ولی نمیرسم. یعنی اون موادی که اول مصرف میکرد دیگه جوابگوی از اون دیگه نیست، جوابگوی اون رو باید زیاد نیست. کنه اون رو باید هر روز زیاد میشه. و این رو میخواستم بگم، همون آرامش کاذبی رو که اولین بار فرد تجربه کرده، بله. در طول چندین سال که داره مصرف مواد رو شروع میکنه نمیتونه به اون حالت اولی برسه. این باعث میشه که این وابستگی اعتیادش بسیار شدت پیدا بکنه. بله. و همچنان هر روز این دوز مصرف بالا میبره و او عوارض و پیامدهای بسیاری را که خودش، جامعه و خانواده شاهدش میشه و نمیتونه به او حالت آرامش اول برسه. بله. پس یک پدیده تحمل بهش میگن که او لحظه، او دفعه اول این فرد همچین احساسی رو داشته، ولی هر روز که بر مصرفش اضافه میشه نمیتونه او آرامش بیاره، بلکه استراب، دچار دلخوره، نگرانی و عوارضی را که به دنبال داره. این هر روز شاهد این جنگ و جدالی من میگم با خودش، جامعه و خانواده را داره. بله. نام های دیگه هم داره مواد مخدر؟ انواع مواد مخدر اگر بخوایم نام ببریم خب بسیار زیاد خب است. بعد از میان برنامه بریم، بعد از ادامه صحبت داشته باشیم که بتانیم انواع مواد مخدر را گفتگو کنیم و این که چرا شناخت ما نسبت به این موضوع باید زیاد باشه، چرا باید آگاهی داشته باشیم، خانواده های عزیز ما، جوانان ما، اینا چرا باید نسبت به این موضوع اطلاعات و آگاهی داشته باشند، که هرچی که شناخت و آگاهی ما زیادتر باشد نسبت به هر موضوعی، مطمئنن وارد شدن به اون مرحله و به او میتونه از روی آگاهی باشه. و اگر آگاهی ما کم باشه، شناخت ما کم باشه، مسلماً به صورت نادانی و به صورت جاهلانه ما وارد اون مبحث میشیم. خب همراه ما باشین بعد از یک میان برنامه. همراه ما باشین با برنامه روشنا از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و موضوع ما مواد مخدر و اعتیاد و آسیب‌های روانی که به جوانان، به کودکان و حتی نوجوانان، البته خب کودکان شاید کمتر باشه، و بسیاری از افراد این آسیب‌های روانی زده میشه و ما باید جلوی از او را بگیریم با اطلاعاتی که از برنامه روشنا به شما عزیزان داده میشه. تعریفی از مواد مخدر داشتیم با شما عزیزان و در ادامه میخواییم بیایم یک دستبندی کنیم، ببینیم که مواد مخدر انواعی از او چی هست، چه دستبندی هایی داره و شدت از او چقدر میتونه باشه. بله.
مواد مخدر دو دسته است، یک دسته گروه سنتیش میگه، یک دسته گروه صنعتی که امروزه متاسفانه گروه صنعتیش بسیار رشد کرده و هر روز رشد به گسترش هست، چرا که هم جوانان بسیار درگیر میکنه، حتی توزیعش در مدارس و مکاتب هم بسیار نگران کننده است. وقتی با اولیای مدارس صحبت میکنیم متاسفانه از گروه صنعتی بسیار پیشرفته مورد استفاده جامعه قرار گرفت. خب مثال هم بگویم. بله مثال هم میخوام بگیم که گروه سنتیش هم میخوام سنتی. بگیم امروز شاید فقط بحث شود در مورد فقط یک موردش که ما بخوام صحبت بکنیم و توضیح بدیم در مورد اون. در گروه سنتی که گاهی جوامع و فرهنگ ها هم بایش در تماس هستند، مثلا یک منطقه روستایی جز فرهنگش هست که تریاک و شیره مصرف بکنن، تریاک از گروه سنتی است که اولین مصرف کننده را من میتونم طی دو سال که داشتم کار میکردم اکثر افراد بیمار و مراجع ما میگفتن اولین مصرفشون با شیره و تریاک بوده که بعد رو آوردن به گروه های صنعتی و پیشرفته تر. پس میخوام خب یک تعریفی از من فکر میکردم که سیگرت و نسوار و اینا در مراحل مقدماتیستن، اینا نیستن؟ اینا جزء اینا هم هستن؟ هستن؟ هستن بله. خب اگر میخواین که سیگرت هم تعریف بکنیم، من میخواستم اینا میشه پشت سر هم بله بله مواد بله مخدر حساب بله میشه، جزء اعتیاد حساب میشن، جزء اعتیاد حساب میشه بله. سیگرت ناس جزء موارد گروهی هست که ما میخواستیم پشت سر هم شروع بکنیم. حالا چون خب. نام مواد مخدر بسیار کلان هست بله. دیگه اولین تعریف هم از شیره و تریاک شروع کردیم. خب من نظریه یعنی یک رقم آره. برداشت خودم این بود که کسایی که رو میارن از سیگرت یا چیزایی که مقدماتی هستند و بسیار سنتی محسوب میشن و بسیار عدید بسیار کسایی چیز بسیار عادی محسوب عادی حساب میشن، گاهی جز فرهنگ حساب میشن، خیال نسوار مصرف میکنن، بله، اینو بسیار عادی به نظر عادی میاد. ب... من فکر میکردم که این قسم افرادی که دچار این موضوع است اینو کم کم دیگه نمیتونه او سیگرت و نسوار جوابگویشان باشه، رو میارن به تریاک و دیگه مواد مخدر. بله. یا چیزی بوده که من خودم بله، دارم. بله. حالا نظر شما برای من مهم است. بله ما از تعریف شیره و تریاک شروع کردیم خب. که جز موادهای سنتی قابل استفاده در جوامع و کشورها بوده که خود تریاک از خشخاش، از سمق خشخاش به دست میاد و طی یک مراحلی بر حال او را سمقش در میارن به رنگ قهوه‌ای هست که ما می‌خواستیم این شناخت خانواده های ما داشته باشن بله. چرا که ما با والدین برخورد میکنیم که میگه نوجوان ما وقتی میخواستیم لباس های او رو بشوریم خب در جیبش یک ماده ای را پیدا کردیم داخل کاغذ بوده یا داخل یک نایلونی بوده و این خب سوال برانگیز و مشکوک کننده هست برای والدین و کسانی که با این نوجوان زندگی میکنه. خب میخواستیم این رو بگیم این شناخت داشته باشن که تریاک از خشخاش به دست میاد، از سمق اون به رنگ قهوه‌ای تیره معمولا هست و در بسهای کوچیکای بستگی به اون نوع خریدی که هست انجام میشه و قابل حمل هست، قابل دسترس هست که متاسفانه و عوارضش همزمان بگیم که وقتی با تریاک شروع میشه هم میتونه حالت دود کردن باشه و خوراکی که من این خوراکیش را عرض میکنه که ما با اکثر افراد بیمار که صحبت میکنیم گفتم جزء فرهنگ میگه خب توی قریه ما خب رسم است ما اگر یک بدن درد شویم ناجوری شویم یا زکامی شویم خب اولین پیشنهاد از بله. طرف کلانهای ما ایست که مقدار بسیار کمی تریاک را داخل یک چای داخل یک نوشیدنی و گاهی همراه یک غذا بله. خب میل میکنن و او طرف اما حالت ریلکس شدن بدن شل شدن عضلات خب بدن ایجاد میکنن درست این عوارض بانم در بعدها صحبت کنیم مفصل در موردش گپ بزنیم. گفتین سنتی و صنعتی بله. این سنتی که میگن چرا سنتی است؟ دلیلش چی است؟ دلیل سنتی بودن چی است؟ دلیل صنعتی بودن چی است؟ خب سنتی خب
از خشخاش خودش یک گیاه است، یک گیاهی که خب مفید هم هست در تداوی و داروها و جراحی های پزشکی مورد استفاده قرار میگیره و سوء استفادهش هم میشه همی مصرف بسیار کاذب تریاک به عنوان نشگی استفاده میشه. یعنی سنتی بودنش به این دلیل هست؟ بله. یعنی مواد شیمیایی در او استفاده نشده؟ استفاده نشده. یک موادی هست که طبیعی هست. بله. و غیر از تریاک شیره او را به دست میارن که باز شیره را از حمق تریاک به دست میارن. دیگه به قول شما نسوار هست که او خودش از یک گیاه به نام توتون به دست میاد. او هم یک گیاه طبیعی است که به قول شما گاهی جزء فرهنگ یک خانواده و جامعه شده که بله نسل بله. در نسل پدر کلانها و مادر کلانهایشون نسوار را به صورت بسیار عادی مصرف میکنن و به مواد دیگه هم رو نمیارن، فقط همو جزء او موادی است او وابستگی رو باز هم به همو دارن و باید حتما مصرف شود، چرا که احساس میکنن که غمهای دنیا را فراموش میکنن وقتی این مصرف صورت میگیره و بسیار از موادهای دیگه. حالا خب صنعتیش چی هست؟ صنعتی باز همی که شما گفتین همو حالت شادی آور و نشاط آور را به فرد میده، مثل انواع مورفین ها، مثل اکستازی یا قرص های اکس که مواد شیمیایی دارن. شیمیایی است. مواد شیمیایی. بله شیمیایی است که قرص های اکس که بسیار رواج داره در بین جوانان ما که قابل حمل، قابل فروش در داروخانه ها، در فضای بازار عطاری فروش ها یا گیاهان سنتی فروخته میشه و مصرفش هم بسیار راحت است که به صورت یک دارو و تبلت میتونن داخل جیبشون نوجوانان ما بذارن و مصرف بکنن. خانم حسینی، از بسیار قبل و همیشه این مد نظر هست که میگن که چیزایی که سنتی است عوارض کمتر دارن، ولی چیزایی که کیمیایی است و یا شیمیایی اینا عوارضشان زیاد است. آیا در مواد مخدر هم همه قسم است؟ حالا خب ما میگه سنتی است، پس سنتی است دیگه، پس زیاد عوارض نداره دیگه. متاسفانه این یک باور عام است. وقتی ما نام اعتیاد و نام مواد مخدر رو به کار میبریم، همو وابستگی شدید روانی و فیزیکی را برای فرد ایجاد میکنه. هیچ تفاوتی نداره، فقط تفاوتش در نوع مصرف او هست که بی رویه استفاده میشه، هر روز دوز او اضافه میشه و قابل دسترس بودنش هست و این سنتی را شاید میگم به همو باور که بگیم این چون طبیعی است، بله، چون سنتی بله. هست عوارض کمتری داره. هیچ عوارض کمتری نداره، بلکه همو اعتیاد فرد به او ماده و همو تخریب و آسیب هایی را که در طی مصرف ایجاد میکنه برای فرد داره و مواد صنعتی فقط پیشرفته تر هست و نوع قابل دسترسی تر هست و این که جوانان ما بسیار رو میارن به این مصرف خصوصا صنعتیش. حالا اشکال شکل تری را هم میتونن در موارد صنعتی استفاده بکنن. بله. خب حالا شناخت ما و این که اطلاعات ما نسبت به مواد مخدر و اعتیاد باید بالا بره، چرا باید این گونه باشه؟ حالا ما برنامه ای را ترتیب دیدیم نسبت به این موضوع، در برنامه های مختلف گفتگو میکنیم. این مطالعه و شناخت ما نسبت به اعتیاد و مواد مخدر برای فرد یک خانواده، برای همه افراد، خب به هر حال هر فرد خانواده عضوی از جامعه محسوب میشه، ما از افراد صحبت میکنیم، از یک فرد و یک شخص صحبت میکنیم، مثل عزیز که از یک خانواده و جامعه صحبت کردیم. خب این مطالعه و این شناخت چقدر میتونه مفید باشه و ای که آگاهی های ما، آگاهی های افراد جامعه ما بالا بره نسبت به این موضوع چقدر میتونه مفید و مهیا باشه. بعد از یک میان برنامه حدیثی از حضرت علی علیه السلام تقدیم عزیزان. Oh,
با برنامه لوشنا همراه هستین. شما خانواده های عزیز، پدرها و مادرهایی که همیشه دلسوز هستین نسبت به فرزندان و جوانان خودتان، و نه تنها نسبت به فرزندان خودتان و جوانان خودتان، بلکه به جوانان اجتماع و جامعه خودتان هم دلسوز هستین و افتخار میکنیم به وجود شما پدرها و مادرهای عزیزی که همیشه دوست دارین که آگاهی پیدا کنین و شناخت نسبت به هر موضوع و اطلاعات خودتان را بالا ببرین. موضوع برنامه ما هم در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر و آسیب‌های روانی که میزنه به بسیاری از افرادی که معتاد هستن و اعتیاد آوردن به مواد مخدر. تعریفی داشتیم از مواد مخدر و انواعی را بیان کردیم و حالا میخواییم ببینیم که چرا شناخت ما و اطلاعات ما نسبت به مواد مخدر و اعتیاد میتونه بسیار مفید باشه. چرا خانم حسینی؟ بله، سوال خیلی خوبی بود. چرا؟ چرا که ما انسان هستیم و یک انسان آرمان و هدفش ایست که درست زندگی بکنه، سالم زندگی بکنه و یک زندگی مطلوبی داشته باشه، مؤثر باشه و تأثیرگذار باشه در جامعه. وقتی این انسان این ویژگی ها را داشته باشه، خب من میگم ثمره این زندگی و بودن در عالم هستی را میتونه به دست بیاره. غیر این باشه که فرد رو به مواد مخدر آورده، خب این ویژگی ها من میگم ازش برداشته میشه. چرا که اول از لحاظ روانی و عاطفی این فرد او وابستگی عاطفی رو دیگه نسبت به عزیزای خودش، نسبت به فرزندانش، پدر مادر، فامیل ها دیگه نداره. چرا که یک منبع آرامش دیگه ای را از دیدگاه خودش پیدا کرده، خب به او رو میاره. پس این میشه که یک دوری از خانه، از دلبستگی هایی که بله، هر انسانی در او دلخوش است از این جدا میشه. بله. هم از نظر اجتماعی وقتی که یک فردی سالم نباشه، از دیدگاه ما یک فرد بیمار و مواد مخدر هست، خب نگاه جامعه نگاهی بد به اوست. بله. چرا که یک نگاهی است که فرد معتاد است، بنابراین خب یک فرد منفور میبینند، یک فرد منفور، یک فردی که از جامعه، از گروه دوستان سالمش ترد میشه و رو به انزوا، رو به افسردگی کشیده میشه و تخریب هایی را که در پی داره. یک فردی که معتاد باشه، اگر یک نوجوانی رو به اعتیاد بیاره، خب اولین ضربه ای که به این فرد وارد میشه ده فردی است که از مکتب گریزان میشه، فردی است که دیگه خب راه پیدا نمیکنه. چرا که بله، جز انسان های مضر در او مکتب، در او جامعه شناخته میشه. پس این ترد شدن از اجتماع و این که برچسب یک انسان معتاد، این که نگاه و باور جامعه به یک فرد معتاد یک نگاه ناسالم است، نگاهی است که خب احساس امنیت نداره، احساس ای که خب ممکنه ای اگر از نزدیکا باشه، از همسایه باشه، از دوست باشه، خب گفتیم جزء بزهکاری ها و پیامت هایی که در پی داره. برای که اون مواد به دست بیاره، حاضر فرد معتاد به هر قیمتی که شده اون مواد تهیه بکنه. پس برای تهیه او نیاز به پول و پیسه داره و ممکنه دست به دزدی بزنه، ممکنه دست به دروغ بزنه. بله. که او هزینه او مواد تهیه بکنه. بله. و از لحاظ سیاسی هم فرد آسیب میبینه جز اعتیادی که به مواد مخدر، چرا که احساسات و عقایدش نسبت به کشورش کم رنگ میشه. او حس، من میگم غیرتمندی رو شاید از دست بده، تفاوتی نداشته باشه در کشور ما چی گپ هست، نیاز به دفاع کردن داره. بله، نداره. بله. خب حالا این موضوع هم نسبت جامعه و کشور میشه، هم نسبت به خانواده هم میشه دیگه. اون تعهدی که نسبت به خانواده داره، نسبت به همسر، نسبت به اولاد، نسبت به پدر، مادر، دیگه به هر انسان یک تعهداتی داره. بله. دیگه اونها را نمیتونه داشته باشه. دیگه اونها را نمیتونه داشته باشه و تمام زندگی و حسی اون فقط میشه تهیه اون مواد که باید به بدن خودش برسانه و به ذهن خودش برسانه و این خودش میشه آسیبزا. هم فرد بیمار داریم، هم خانواده و نظام از هم گسسته. بسیاری از جوانان ما که رو آوردن، خب ترد شدن و خانه های بسیار ترک شدن و خارج از خانه، خانه رو ترک کردن. خب اگر متأهل بوده، همسرانشون خب طلاق گرفته و ما چقدر بچه هایی داریم که فرزندان طلاق هستن که
پدر و مادرهای معتاد داشتن و باز هم آسیبی که ما داشتیم، مادرانی که معتاد بودن در دوران بارداری، باز فرزندانی که متولد شدن فرزندان معتادی به دنیا آورده. و این بسیار معضل بدتری هست که یک جامعه را درگیر میکنه. پس این شناخت و آگاهی بسیار لازم هست که ما اطرافیان خود را، من میگم رفتارش را دقت داشته باشیم، که باز در برنامه های انشاءالله حتما گفته خواهد شد که ما چگونه بفهمیم که فرزند نوجوان ما به مواد مخدر رو نیاورده یا آورده، چه علائم و نشانه هایی داره، چه تغییری کرده. و یکیش همین تغییر هست که در ذهنش ایجاد میشه، در جسمش ایجاد میشه، و فرد که معتاد هست از لحاظ جسمی هم به نوع او مصرف مادی که مصرف میکنه، خب تخریب فیزیکی و جسمی داره. بله بله. علائم و نشانه های چهره داره. حالا خب ما امروز اولین برنامه ما بود دیگه. بله. نسبت به موضوعی که داریم در برنامه های بعدی در روزهای سه شنبه، عوارض و پیامدهای مثبت و منفی و بسیاری از اطلاعات و آگاهی های دیگه ای که باید به والدین گفته شود، به خود افرادی که معتاد و اعتیاد دارن، اونها هم ما صحبت های بعد داشته باشیم. حالا شما مثلا بیان کردین که در خانواده، در جامعه ترد هستن گونه افراد، ولی ما میخواییم بهشان روحیه بتیم، میخواییم بگوییم از همین برنامه که شما هم جایگاهی ویژه‌ای دارین. و از دید ما به عنوان یک انسانی که ترد شدین و منزوی هستن نیستین، به عنوان یک بیمار هستین و باید تداوی شوین و با کمک خودشان زیادتر بتونیم آنها را تداوی کنیم و با به جامعه بله نجاتشان بتونیم. آغوش خانواده باز می‌گرده و بسیاری از این بزرگوارانی که ما در تماس بودیم واقعا بازگشتن به کانون خانواده و جامعه. بله. فقط خودشان، ما میگیم همیشه تغییر تو شاید نتانی یک جامعه را تغییر بدی، شاید نتانی حتی همسر خود، خصوصیات، اخلاق و رفتارش را تغییر بدی، اما خودت را میتانی تغییر بدی. وقتی خودت تغییر بکنی، افکار تغییر بکنن، میتونی جهان تغییر بدی و دیگرگونی مثبت برش ایجاد بکنی. شدت اعتیاد هم میتونه زیاد یا کم باشه یا بستگی به سن داره؟ شدت اعتیاد بستگی به نوع مواد داره. بستگی به نوع مواد. بله، نوع مواد. به سن مربوط نوع نمیشه. نوع مصرف و گاهی سن هم هست. سن خب اگر از نوجوانی شروع شد، من میگم همو بنی بدنی رو داره، او قوت داره، او توانایی رو داره که چند سال اول مصرفش بدنش استوار باشه. از لحاظ فیزیکی اگر دقت بکنیم، خب کسی که جوانتر هست کمتر تخریب میبینه در چند سال اول. باز هم بستگی به او نوع مصرفش داره، به او دوزش داره که در روز چند بار ای مصرف داره. خب ما یک فرد معتاد داریم که در روز 5-6 بار مصرف داره، تریاک باشه، مورفین باشه، هر چیزی که جز مواد مصرفیش باشه، او شدتش بستگی به نوع مصرفش داره و از این لحاظ نمیتونیم بگیم که سن میتونه. حالا من میگم سن جوانی شد، او بنی بدنی رو داره، او مقاومتش داره که تخریب ظاهریش کمتر اتفاق بیفته، ولی بازم در طی او مصرفش این تخریب هم ایجاد میشه. ما یک نوجوان 20 ساله رو داریم که در طی 5 سال 6 سال مصرف تمام بدنش تخریب شده، چرا که مصرف های متعدد و انواع مصرف ها رو داشته. یعنی با رشد سن میتونه میزان مصرف هم بالا بره؟ بله. یعنی که یک مثلا نوجوانی که از نوجوانی شروع کرده به مرور به میان سالی رسیده، به همون نسبت میزان مصرف مواد مخدرش هم زیادتر شده، هم زیادتر شده، هم تنوع داشته. یعنی دیگه جوابگویی از اون نمیتونه بله باشه. بله، جوابگویی از اون نمیتونه. چرا که ما با افرادی که صحبت میکنیم، خب انسانهای بسیار کلانی هستن. مرد 50-60 ساله، خانم 70 ساله که گذشته او را بررسی میکنیم، میگه خب ما از 16 سالگی مصرف با شیر تریاک شروع کردیم و با مصرفهای بیشتر و اعتیادهای بیشتری رو آوردیم. بله. خب این یک هشدار هست. بله. یک هشداری هست که باید هر چی زودتر پیشگیری شود، هر چی زودتر
پیشرفت او گرفته شود، گسترش از او گرفته شود، بخاطر از اینکه همه قسم که ما الان بیان کردیم به بالا رفتن سن و افزایش سن، میزان مصرف اعتیاد هم بالا میره و این به واقعیت یک هشدار هست. یک هشدار جدی است که اگر این شناخت و آگاهی که خانواده ها به دست میارن بله. باشه، من میگم اولین لغزندگی اگر برای فرزندان نوجوانشون خصوصا اتفاق بیفته، جلو او گرفته شوه، خب این من میگم دیگه غرق نمیشه. بله، اون صدماتی را که باید بزنه کمتر میشه. بله. وقتی پیشگیری شوه، وقتی که مانع شوه، و با امید خدا بتانیم بسیاری از مباحث و صحبت های مفید را داشته باشیم که عزیزان بیننده واقف شوند به تمام این پیامدهایی که اعتیاد دارند، هم به فرزندانشان، هم به جوانان، باشد. هم برای خودشان یا برای باشد. افراد جامعه ایشان. بسیار خوب، تشکر میکنیم خانم حسینی از صحبت‌های شما و به امید خدا باز هم وعده میکنیم به عزیزان بیننده ما که بتانیم در برنامه‌های بعدی مفصل صحبت کنیم نسبت به همه عوارضی که اعتیاد داره به مواد مخدر، و انشالله که راه‌ها و راهکارهایی را هم بیان میکنیم برای شما والدین عزیز و شما جوانانی که به هر حال اعتیاد پیدا کردین و مطمئن باشین که میتونین نجات پیدا کنین. توهین و تحقیر، مراقب باشین که شما والدین عزیز از توهین و تحقیر نسبت به این گونه افراد خودداری کنین و همیشه با مهر و محبت و دوستی رفتار داشته باشین. سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده و شما را به خدا میسپاریم تا برنامه بعدی. موفق و پیروز باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.